شکستن خط اعتصاب در پالایشگاهی در نزدیکی پاریس و چشم‌ها به سنای فرانسه. کوریسونی کولاس سارکوزی une personnalité qui fait qu'il doit être toujours dans la tension, dans le conflit. ماموران پلیس فرانسه با اعمال زور خط اعتصاب کارگران یک تصفیه خانه نفت در نزدیکی پاریس را شکستند. اینجا پالایشگاه نفت گرانپوی در منطقه‌ای به همین نام در 45 کیلومتری پایتخت فرانسه است که پلیس به زور دستور شکستن اعتصاب را به اجرا گذاشت. اعتصابی که به خاطر اعتراض به تصمیم دولت در بالا بردن سن بازنشستگی از 60 به 62 سال انجام شده و در مورد این تصفیه خانه طبعا به دلیل کالایی که تولید میکنه و نزدیکیش به پاریس به اصطلاح حالت استراتژیک داشت. وزارت کشور فرانسه میگه که در این درگیری کسی زخمی نشد، اما سی‌ژی‌ته یا کنفدراسیون سراسری کارگران آن کشور اعلام کرده که 3 نفر در جریان شکستن خط اعتصاب در برابر این پالایشگاه مجروح شدند. کارگران این تصفیه خانه که توسط شرکت فرانسوی نفت توتال اداره میشه از 10 روز قبل اعتصاب کرده بودند. بنا به گزارش ها تصویب پیشنهاد دولت در مجلس سنای فرانسه قطعیه و رئیس یکی دیگه از تشکل‌های کارگری به نام فدراسیون دموکراتیک کارگران میگفت دولت مقصر اصلی وضعیت به وجود آمده است، زیرا تمام کانال‌های دیالوگ با اتحادیه‌ها رو عملاً مسدود کرده. qu'on est dans un pays où normalement on sait se parler et qu'on n'arrive pas à le faire, ça on est devant une incompréhension totale de la part de la population. رفتگران شهر مارسی در جنوب فرانسه هم که از 10 روز قبل اعتصاب کرده بودند، دوشنبه بیش از 50 کامیون زباله رو به منظور ایجاد راهبندان به خیابون‌ها آوردند. و یک راننده تاکسی معتقد بود که مثل جریان پالایشگاه این افراد فقط به زور جواب میدن. اعتصابات اخیر فرانسه به نوعی خاطره تظاهرات سراسری جوانان این کشور در 4 دهه قبل رو که سرانجام به کنارگیری ژنرال دوگل رئیس جمهوری فرانسه منجر شد در خاطره ها زنده کرده. به گفته یک دانش آموز 17 ساله فرانسوی، اونو دوستاش سعی میکنن با استفاده از فیسبوک و توییتر و اسمس مداوما اطلاعات مربوط به این وقایع رو رد و بدل کنند. On appelle nos amis pour savoir où est-ce qu'il y a les manifestations. و سرانجام استدلال دولت فرانسه برای بالا بردن سن بازنشستگی اینه که مردم به دلایل بسیار از جمله بهداشت بهتر بیشتر عمر میکنند و ذخیره صندوق‌های بازنشستگی کفاف پوشش مخارج این تعداد از مردمان غیر فعال رو نمیده. اما اتحادیه‌های کارگری معتقدند که 60 سال به عنوان سن بازنشستگی رو با مبارزات بسیار به دست آوردن و نمیتونن به همین سادگی از دست بدن. هوشمند میفخری، صدای آمریکا، واشنگتن. محمد رضا شاهید گزارشگر صدای آمریکا در پاریس ما رو در جریان جزئیات بیشتر اوضاع و احوال در فرانسه قرار میده. آقای شاهید درود به شما. ابتدا قبل از اینکه بپرسم که در مورد این حمله به پالایشگاه توضیح بدید، آخرین اخبار از سنای فرانسه چیست؟ شما چهارشنبه تا حالا وارد شور شده، احتمال بسیار است که یا امشب یا فردا این قانون تصویب بشه. البته روز دوشنبه ساعت 9 صبح 7 نماینده مجلس و 7 سناتور هم جلسه بررسی دارن و در نتیجه معلوم نیست اگر تصویب بشه این قانون اون جلسه چه خواهد بود یا شاید بعد از اون اعلام بشه، ولی به هر حال مجلس دائما در حال شور. دیشب حدود 70 مینیبوس حامل پلیس ضد شورش تمام اطراف کاخ سنا رو محاصره کرده بودن. آقای شاهید، علت حمله به این پالایشگاه برای شکستن در واقع خط اعتصاب چه بوده؟ چه اهمیتی داشته این مسئله؟ بله، این محلی که شما ازش یاد میکنید 70% سوخت استان پاریس رو تامین میکنه و در واقع پالایشگاه نبود که پلیس رفت، بلکه یکی از منابع ذخیره همونطور که گفتم استان فرانسه بود. 90 نفر اونجا زنجیره انسانی ساخته بودن. شارل فولار، کسی رو که مرتب در فیلم های خبری میبینید، اوست که از طریق سندیکای سی‌ژی‌ته میگوید که نمیبایستی به اونها پلیس حمله میکرد. البته بدون اسلحه بود، با دست خالی، ولی رفتار خشن و همونطور که میفرمایید 3 نفر هم زخمی شدن.
مذاکرات در سنای فرانسه کماکان ادامه داره. رایزنی ها و اتحادیه کارگری اعتقاد دارن که این قانون اصلا این در واقع اصلاح قوانین بازنشستگی غیر قانونیه. تا چه حد این مبنای قانونی داره این اصلاحات؟ اصولا قانون وقتی که دو مجلس به اون رأی بدهند عملا قانون انجام شده. بحث در حال حاضر این است که سندیکاها میگویند اگر هم میخواهید رفرمی انجام بدید و اصلاحاتی، به صورت کامل و یک پارچه نباشه، به جزئیاتش بپردازید. اتفاقا دیروز یکی از نخست وزیرای سابق آقای ژان پیر رفقان که نخست وزیر آقای شیراک بود، او هم همین پیشنهاد رو کرد که به بخشی رأی داده بشه و بعد به گفتگو گذاشته بشه. اما اصولا جزئیات بازنشستگی، کسی که در معدن کار میکنه، کسی که شغل آسون داشته، کسی که از 18 سالگی کارگری کرده، تماما جزئیاتی است که به بحث و نظر گذاشته شده. اما میدونید که هم در از همین امروز و از دوشنبه تعطیلات مدارس آغاز میشه. دانش آموزان در واقع و نه دانشجوها تظاهراتی میکنند که بحث قانونی بودن و غیر قانونی بودن رو باید با اونها گفتگو کرد. به اضافه که تامین سوخت هم در این لحظه واقعا خبرساز است. در نتیجه همه اینا آقای سرکوزی میگفت که کارهایی که الان مخالفین میکنن، اعتراض کنندگان، اونها ضد قانونی است. همین امروز آقای فولاد مسئول سجته سندیکای کارگری، او میگفت برهم زدن اعتصابات غیر قانونی است. در نتیجه مرز قانونی بودن و غیر قانونی بودن آن هم در یک جامعه دموکراتیک مثل فرانسه واقعا دشواره، به این دلیل که هر کس حق داره نظر خودش رو بگه. فرصت خیلی کوتاهی داریم. بعضی مقایسه میکنن بین اعتراضات اجتماعی الان و شرایطی که منجر به برکناری دولت جنرال دوگل شد. چطوره که یک سری اعتراضات صنفی به چنین در واقع نارامی های منجر میشه در فرانسه؟ به نظر من و شاید به نظر همه کسانی که این گفته رو بشنوند کمی اغراق. دلیل اولیش دانیل کونبندیت، کسی که می 68 رو بر گرده خودش نگه داشت، اعتصابات دانشجویی با او آغاز شد. خود او میگوید که چنین مقایسه رو نباید کرد، به خصوص که این اعتراض به نظام و وضعیت قانونی دولت نیست، تنها اشاره و انتقاد به یکی از رفرم هایی است که در کشورهای دیگه گاه به رفراندوم گذاشته میشه. اینجا طبیعی بود که چنین نباشه، چون میبینید حتی دانشجوهای دانشگاه هم غایبن، یعنی اونها هم پذیرفتن که چاره جز اونچه که دولت میخواد انجام بده وجود نداره. تشکر میکنم. محمد رضا شاهید، خبرنگار صدای آمریکا در پاریس.